صحتمند و سرفراز باشید. بازم محمد یوسف حیدری هستم، استاد شما در مضمون قرآن کریم و تعلیم و تربیه اسلامی. خدا کند که درس های گذشته را یاد گرفته باشید، تمرین کرده باشید و با والدین گرامیتون را تمرین بکنین، یاد بکنین. و درس امروز ما شما هست تعلیم و تربیه اسلامی و عنوان درس شرط های نماز. شاگردان عزیز، اول باید در فواید و فضیلت نماز چند نکته برای شما بیان میکنم. نماز یکی از ارکان، یکی از فرایض دین مقدس اسلام است، قسمی که مایه قرآن کریم است که و اقیم الصلاة و شما نماز برپا بدارین. این نماز فرض است از جانب پروردگار برای ما شما. و فرق بین مسلمان و کافر ترک نماز است. یک کسی که نماز خود قصدن ترک میکنه او گناهگار میشه و باید این نماز را هر وقتش به وقت خودش باید را بخونیم. و آیه قرآن کریم است: این الصلاة کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا. پروردگار متعال میفرماید که نماز بشک نماز هست بر مسلمان ها، در وقت مقرر فرض شده باید را بخوانند. یعنی هر نماز در وقتش خواندن قسمی که فرض است، که یعنی شناختن وقت نماز هم فرض است و هم ثابت است با آیه قرآن کریم که باید نماز را، هر نماز را باید در وقت خودش بخوانیم، با استثنای از این که وام عذر و معذرت اگر پیدا شود، عذر شرعی اگر باشد، بر در صورت انسان معذور می باشد. و پیامبر صلی الله علیه و سلم هم در مورد فضیلت نماز بسیار زیاد احادیث را بیان کرده، برای امتهای خود گفته. و بیاییم سری خصوصیات نماز که انسان وقتی نماز خود را میخوانه باید کدام نکات را مد نظر بگیره. امیدش انشاءالله دقیق گوش بکنه. اول باید وضو بکنه. خب وقتی که انسان وضو میکنه، وضو با چی میکنه؟ وضو با آب است. کدام نوع آب باشه؟ یعنی وضو کردن بر آب پاک، باید وقتی که وضو میکنیم، آبی که وضو میکنیم باید پاک باشه. یه مجموعه شرط های وضو باید، وضوی که میکنیم لباس ما باید، اما آب ما باید پاک باشه. این نکات را شما باید مد نظر بگیریم. و وقتی که ما در نماز با دربار خدا استاد میشیم، باید وقتی که در مسجد هم میخوانیم باید لباس پاک داشته باشیم، چون آیه قرآن کریم است میگه یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. ای فرزند آدم، شما زیب و زینت خود را آراسته بسازین در مسجد. دین شما با وقتی که به دربار خدا استاد میشیم، باید یعنی به دربار خدا استاد میشیم به معنی که یک عبادت بسیار پاکه، عبادت بسیار خوبه، اخلاصمندانه و بسیار متواضعانه ما به دربار پروردگار خود تقدیم میکنیم، باید به لباس ما پاک باشه و همچنان نیتی درست داشته باشیم. و وقتی که بعضی کسا هستی در جریان نماز، شیطان در ازی یک نوع وسوسه می اندازه. در حدیث رای حل ازی هم در حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم بیان شده. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که وقتی که شیطان در جریان نماز به شما اگر وسوسه کرد، بعد شما به طریق خفیه یا اعوذ بالله بخونید یا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا دیگر دعاهای دیگر هم است که این را باید شما بخوانید. و قسمی که یکی از صحابه بزرگوار پیش پیامبر صلی الله علیه و سلم رفت، گفت رسول خدا به ما در جریان نماز این قسم یک واقعات صورت میگیره، یعنی هدفش این وسوسه شیطانی بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم طرفش گفت، طرف وقتی که امیه و حادثه با برت رخ داد، به طرف شانه چپ خود کمی به اندازه بسیار خفیف کمی توف بکن، بعد از او این دعا را یا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا آیت الکرسی را یا هر چیز را کلماتی که هست به خاطر پناه بردن از شر شیطان و این را باید بخوانیم. خب هدف اینست که وقتی که ما این نکات را مد نظر بگیریم، نماز ما از خلا، نماز ما از امو شک و تردید و وسوسه های شیطانی که است، و انشاءالله ای در امان میبونه. بعد انشاءالله میشه که یک عبادت خوب و دربار پروردگارمون تقدیم بکنیم. و این نکات را باید شما همیشه مد نظر بگیرید. این از جمله لوازم و ضروریات است که یعنی تا لباس انسان پاک نباشه، تا نیت پاک نداشته باشیم و عبادت ما با دربار خدا درست صورت نمیگیره. و ایرم دین مقدس اسلام درباره نظافت هم گفته که یعنی وقتی ما درست وضو میکنیم، وقتی که نماز را میخوانیم، یک نه خودش یک نوع نظافت است. قسمی که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که النظافت شطر الایمان، الطهور شطر الایمان، یا پاکی جزء از ایمان است. این چیزی است که این پیامبر صلی الله علیه و سلم برای ما شما از قبل گفته شده که این نظافت را مراد بکنیم. حالا شما میفهمین که فواید نظافت، کسی که نظافت را مراد میکنه چه خیر فواید است برای خودش در امورات زندگیش، چه خیر فواید بیشتری داره. و قسمی که همه شما در جریان هستیم شاگردان عزیز، مضمون قرآن کریم و تعلیم تربیه اسلامی هر دوش در یک کتاب گنجانیده شده، و خدا کنه که درس شما یاد گرفته باشین و خودتان بفهمین که در مورد شرطهای نماز و در مورد اهمیت و فضیلت نماز بسیار دلایل زیاد است، اما با یک درس خلاصه نمیشه. به خاطر که شما را بیشتر یاد بگیرین، بقیه از این را میخوانیم بخیر در درس بعدی. بازم خدا کنه که درس گذاشته را خوب یاد گرفته باشین. اگر مشکل سوال را داشتین، شما ایره میتونید که از طریق واتساپ و معلمین با ما در تماس شوید و انشاءالله مشکلات شما حل خواهد شد. و درس هایی که براتون داده میشه بسیار با دقت بیره بخونید. چرا؟ یعنی شناختن وقت هم یک از جمله ضروریات است که باید وقت خود را بشناسین، از وقت خود به گونه بسیار خوب بیره استفاده بکنید و نکاتی بسیار مفید و لازم شما را نشته بکنید. و بهترش روش بهتر این است که شما را زیادتر نشته بکنید، هم خطتان درست‌تر میشه و هم خودتان به گونه خوبتر یاد میگیرید. و آلی میاییم بخیر بر مضمون قرآن کریم. صفحه درس مضمون قرآن کریم تانو بکشیم بخیر. پیدا کردیم انشاءالله صفحه 19. صفحه 19 سوره اخلاص. خوب شاگردان عزیز، خوب دقت بکنین به سوره اخلاص. من یک بار میخوام براتون به طریق هجی بخونم، یعنی هجی و طریق دوم براتون روانی یا روی خانه بخونم. این با دقت گوش بکنین و انشاءالله که درس هم شما بهتر یاد بگیرین. بسم الله الرحمن الرحیم. قاف لام پش قل، ها پش هو، واو لام زبر ول، لام الف زبر لا، ها پش هو، قل هو الله، همزه زبر ا، ها زبر ح، دال دو پش دون، ق
قل هو الله احد امز لام زبر ال لام الف زبر لا ها صاد پیش حس صاد زبر ص میم زبر ما دال پیش دو الله الصمد لام میم زبر لم یا زبر یا لام دال زیر لید لم یلید واو زبر و لام میم زبر لم ولم یا واو پیش یو لام دال زبر لد ولم یولد واو زبر و لام میم زبر لم ولم یا زبر یا کاف لام پیش کل لام زبر ل ها پیش هو ولم یکل له کاف پیش کو فا پیش فو واو الف دو زبر ون ولم یکل له کفو ون همزه زبر ا ح زبر ح دال دو پیش دون ولم یکل له کفو ون احد اور دقت بکنین یک بار براتون روانی یا از روش براتون میخوانیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم شوردون عزیز یک بار دقت بکنید به نکات تجویدی سوره اخلاص به نام الله نام الله اینه خوب با دقت گوش بکنید هر وقتی که پیش از نام الله هر حرفی که باشه حرکت زبر یا پیش داشته باشه نام الله پر خوانده میشه مثلا قل هو الله مثلا متوجه هستیم یه واو چی داره؟ واو زبر داره پس بینا نام الله پر خوانده میشه قل هو الله احد صحیح شد و مثال که حرکت پیش داشته باشه مثلا نصر الله باز هم نام الله پر خوانده میشه و مثال که حرکت زیر داشته باشه لفظ الله مثلا فی دین الله پیش از نام الله نون حرکت زیر داره بنا نام الله باریک خوانده میشه فی دین الله افواجا ای بود درس ما سوره اخلاص خدا کنند که درس خوب یاد گرفته باشین و با خود تکرار بکنین با والدین خود یه تمرین بکنین و این سوره به طریق تجویدی بسیار بیرا گوش بکنین حفظ بکنین چون اگر در نماز میخواین در عبادت شما نماز شما به طریق درست صورت بگیره و مشکل سوال اگر داشته باشین از طریق واتساپ مکتب و معلمین با ما در تماس شوین و تا درس بعدی